أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر و معين. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن دهه فجر رو. موضوع فیلم های سینمایی در حوزه ژانر تفکر استراتژیک و سریال های استراتژیک موضوع سلسله بحث های ماست، از حیث ایمیجی که در ذهن ها شکل میگیره و ساخته میشه. کارکرد اصلی هنر اونطوری که مورد نظر ارسطو هست در نسبت بین مناسبات دیونیزوسی و آپولونی که منتج به کاتارسیز بشه و اصل تصویر رو رقم بزنه، در دوره مدرن با نفی مفهوم کاتارسیز و اینکه اساساً هنر رسالتی برای تصفیه نداره، به ویژه در دوره جدید یک نقش ویژه‌ای رو به مسائل هنری اختصاص میده. اگر هنر وظیفه نداره که اصل تصفیه رو رقم بزنه، یعنی در مناسبات فلسفه هنر مفهوم کاتارسیز ارسطویی جایی نداشته باشه، یک تلاش هنری برای چیست؟ اگر زحمت هنری، تلاش هنری، فعالیت هنری و کارکردی که یک نهاد هنری دنبال میکنه موضوع تصفیه، به ویژه حالا نه در حوزه مثلا درام ولی در حوزه تراژدی نباشه، این رو چه چیزی باید جایگزین کنه؟ پوئسیس و خلاقیت هنری که گفته میشه اگر در دوره مدرن و در 200 تا 250 سال گذشته به جای تخنگرایی اندیشه انسان مدرن به سمت پوئسیس میرفت، یعنی در فضای درخت فلسفه به جای میوه درخت یعنی تخنه به سمت برگ درخت یعنی پوئسیس میرفت، حداقل مدعای نیچه و سایرین در اینه که اتفاق متمایزی میافتاد. یعنی بشر امروز حداقل دیگه انقدر تکنولوژی زده نبود. در واقع در یک دوره 2500 ساله یک مرحله ایست که از مناسبات دیونیزوس و آپولون تراژدی شکل میگیره. آپولون اینجا نماد نظمه و دیونیزوس نماد بی‌نظمی. آپولون نماد خیره، نماد سلطه است، نماد دولته، نماد اقتداره، اما دیونیزوس نماد بی‌نظمیه، بعضا رو نماد زن تلقی میکنن در برخی از حوزه ها، و این تقابل منتج میشه به تراژدی. این رویا رویی و رو در رویی به تراژدی میانجامه. اینجا هدف در 2400-2500 سال پیش تصفیه است، یعنی انسان از یک تراژدی تصفیه میشه، از رؤیت یک کار هنری این چنینی تصفیه میشه. اما این وضعیت در دوره مدرن با نفی اصل تصفیه به ویژه توسط نیچه خلایی به وجود میاد. این خلأ رو نه در اینکه از تقابل دیونیزوس و آپولون قائل باشن که کاتارسیز یا اصل تصفیه موضوعیت نداره، بلکه نکته اصلی و اساسی اینه که برتری دیگه در دوره مدرن و به ویژه بعد از نیچه نه با آپولون که با دیونیزوسه. همیشه شما معتقدید که طرف خیر باید پیروز بشه، همیشه معتقدید کسی که بر حق در یک داستان، در یک موسیقی، در یک نمایشنامه یا فیلم بایستی
به نتیجه برسه. دو قطبی بودن آثار هنری در دوران گذشته خیلی برجسته تر بود. امروز آدم ها صفر و صد مطلق نیستن در آثار هنری. پذیرفته شده که قهرمانان هم ضعف های اساسی دارن و پذیرفته شده که افراد ضعیف، افراد منفی، چهره های منفور فیلم ها هم گاهی اوقات میتونن بالاترین و بهترین موقعیت رو در یک فیلم پیدا کنن، در یک داستان و در یک نمایشنامه پیدا کنن. اون نظم و انضباط پولادینی که در مناسبات آپولونی دیده میشد، که بارها اشاره کردم شما در موسیقی کلاسیک میبینید 300 نفر، 500 نفر، 200 نفر، 100 نفر یک ارکستر رو به خودشون اختصاص میدن، در اون ارکستر مینوازند و این 100 نفر موقعی که دارن موسیقی اجرا میکنن از یک نظم بسیار بسیار بالایی برخوردارن، به مساوی حرکتی که یک کارخونه اتومبیل سازی داره و این اتومبیل ها روی تسمه نقاله جلو میاد و قطعاتشون به ترتیب چینش میشه. یک نظم صنعتی، نظمی که در عصر جدید کسی مثل چارلی چاپلین اون رو به نقد میکشه، یا نظم ویژه‌ای که شما در نظامی ها میبینید موقعی که رژه میرن، اون رژه و اون نظمی که توی کارخونه هست، این دوتا فضاش رو در موسیقی بتهوون، موتسارت، شوپن و سایرین شما میبینید. قطعاتی که اجرا میشه، گروهی که اون رو اجرا میکنن، مجموعه نوازنده ها به مسابقه سربازانی هستن که از یک نظم پولادینی در رژه خودشون و در اجرای اون قطعات موسیقی تبعیت میکنن. در این نوع هنری که چنین نظمی داره، شما وجه آپولونی رو برجسته تر میبینید در فلسفه هنر. یعنی در اونجا تمامیت هنر، برتری و تفوقش با اون طیف از هنر، یعنی حوزه آپولونی، حوزه نظم، یک نظم پولادین. اما در دوره پسا نیچه اساسی ترین مسئله که شما میبینید به هم خوردن این قاعده است و اون شق دیونیزوسی هنر هست که برجسته میشه. باز اگر مثالمون باز در حوزه موسیقی باشه، آنچه که شما امروز در موسیقی جاز، راک و پاپ میبینید، نه دیگه لباس کسانی که این موسیقی رو اجرا میکنن روی سن، اون نظم ویژه لباس موسیقیدان‌ها و نوازنده های موسیقی کلاسیک رو داره. لباس ها کاملا پاپ، کاملا مردمی، کاملا به هم ریخته، کاملا توده‌ای. سر و وضعشون، آرایش موهاشون، اونها اگه نشستن و آروم می نوازن، اینها روی سن بالا پایین می پرن. اگر فضا در یک ارکستری که موسیقی کلاسیک رو اجرا می کنه فضای کاملا طبیعی و نورپردازی مناسبی هست، اما شما در نورپردازی موسیقی های جاز، راک و پاپ کاملا رقص نور رو می بینید، انواع دودهایی که در واقع وجود داره روی صحنه. این به هم ریختگی، این شلختگی جزء ذاتی این هنره، یعنی بعد دیونیزوسی این غلبه و سیطره رو داره. از این تمایز بین دو تصویر از موسیقی کلاسیک و یک موسیقی جاز، اگر این رو بیاریمش توی نقاشی، باز شما همین رو میبینید. یعنی مجموعه آثار و آرایی که در حوزه های نقاشی قرن 17، 18 و 19 میبینید، تصاویر کاملا طبیعی، همه چیز سر جای خودش هست. اما از عصری که یک مسائل دیگه ای رخ میده، شما مثلا با سبکی مثل کوبیسم آشنا میشید، با نقاشی هایی که هیچ چیز سر جای خودش نیست، انواع مکاتب ریز و درشت مدرنی که حاصل تخنگرایی یا تکنیک گرایی یا تکنولوژی زدگی است، که فریاد فیلسوفان شاخصی مثل هایدگر رو در این دوره در میاره، افرادی مثل اشمنگلر در حوزه تلقی‌های تاریخی و جامعه شناختی پایان فرایند تمدنی رو داد می‌زنن که دیگه این دوره تمام شده و این نتیجه‌ها نتیجه‌های مناسب و ملموسی نبوده. و این روی کرد و این روند به سینما که میرسه، متأثر از همین به هم ریختگی،
خودش رو بیشتر بروز میده. لذا مثلا در فضای جامعه ما نقد میشه اینکه آقا چرا وقتی از فیلم پلیسی ما یاد میکنیم، پلیس در فیلم‌های ما کاملا آدمی است که هیچ خطایی نمیکنه، پزشک، پرستار هیچ خطایی نمیکنه، سیاستمدار، معلم، قاضی، استاد دانشگاه، هر کدوم این نقش‌ها رو ایفا میکنن، کاملا پسر پیغمبرن، دختر پیغمبرن، هیچ اشکالی برشون مترتب نیست، چون نه حاصل فضای سیاسی جامعه ماست، بلکه هنوز تلقی پیشان نیچه ایست در نگاه بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی و هنری ماست. مسئله من ارزش‌گذاری نیست که حالا پیشان نیچه ای بودن خوبه، یعنی هنوز در فضای ارسطویی سیر کردن و اینکه آثار هنری بایستی کاملا سیطره رو به آپولون بدن، به نظم و به خوبی و به خیر، و یا اینکه یه جایی هم باید به دیونیزوس و مناسبات دیونیزوسی، به اون شر، به اون بی‌نظمی و آنارشی و هرج و مرج هم داد. این صفر یا صد دیدن کاراکترها، عدم تنظیم و تشخیص این مسئله که ما مجموعه ای از انسان‌های خاکستری که صفر و صد و سیاه و سفید نیستند در درون جامعه داریم، این متاسفانه نتونسته در ادبیات ما، در موسیقی ما، در تئاتر ما، در سینمای ما و در سریال‌های تلویزیونی ما هنوز جا باز کنه. مجموعه ایمیج استراتژیکی که شما، تصویر استراتژیکی که می‌بینید در آثار سینمایی و سریال‌های جدید، از این زاویه میتونیم بهش نگاه کنیم. پس یک بار هنر وظیفش این بود که اصل تصفیه رو رقم بزنه، یعنی کاتارسیس. در دوره پسا نیچه این منتفی شد. یک دوراهی تصور میکنن در 200 سال پیش که این دوراهی یا میتونستن برگ درخت رو بخورن در درخت فلسفه، یا میوه رو. بشر به سمت تخنه و میوه رفت، زندگی بشر تکنولوژی زده شد. اگر به سمت برگ میرفت به پوئسیس میرسید. اونهایی که پیشبینی میکنن و برآورد میکنن که اگر پوئسیس محقق شده بود، بشر امروز زندگی تکنولوژی زده ای نداشت، زندگیش در خلاقیت هنری سمت و سو و جهتگیری داشت. این نگاه البته از سوی بعضی ها در غرب نقد شده، اما به هر جهت فضای رویکرد امروزی هنر یک رویکرد تکنولوژیکه، یک رویکردی است که نگاهش به خلاقیت هنری و پوئسیس نیست. یعنی در خود هنر هم این مشکل امروز موضوعیت داره. پس ما در دوره زندگی میکنیم که وظیفه هنر خلاقیت هنری از اون جهتی که در پوئسیس گفته شده نیست، وظیفه هنر کاتارسیس یا اصل تصفیه هم نیست. پس چه کار کرده داره هنر؟ امروز مهمترین وظیفه هنر اینه که ایمیج به شما بده. البته گفته میشه مهمترین کاری که شما از یک موسیقی، یک تابلو نقاشی، یک فیلم یا نمایش یا داستان استفاده که میبرید سرگرمیه. وجه سرگرمی رو خیلی برجسته میگیرند، در صورتی که خب اینطوری نیست. یعنی اساسی ترین کارکردی که مد نظر هست ساختن ایمیج، تصویری که در ذهن شما به وجود میاد. اون تصویر چیه؟ همواره از مواجهه با یک اثر هنری یک نکته رو باید هر کسی جستجو کنه. تصویری که استنباط میکنه، تصویری که در ذهنش میشینه، به ویژه که کار هنر القای غیر مستقیمه، اگر یک موضوعی القای مستقیم شد، یا گزارش خبریه یا یک بیانیه علمی، اینکه مثلا 10 درجه بالای صفر هوا، اینکه در فلان جا برف آمده، این یک گزارشه، یک خبره، القای مستقیم. این که فلان واکسن جدید کشف شده یک گزارش علمیه. اما یک چنین پیامی رو هیچ وقت فیلم مستقیم نمیده، یک شعر مستقیم نمیده، یک در واقع اثر گرافیکی یا یک قطعه موسیقی به شما مستقیما القا نمیکنه، بلکه القا در کار هنری یعنی القای غیر مستقیم. زمانی یک گزاره القای غیر مستقیمه که اثر هنریه، که توانایی القای غیر مستقیم داشته باشه، شما بدون اینکه متوجه بشوید در شما یک همچین باوری به وجود بیاد. لذا خیلی اوقات ما فیلم هایی که از سینماگران خودمون متاسفانه یا
سریال های خودمون میبینیم، با کمال تأسف اگر شما سرتون رو پایین بندازید و فقط به مصابهه رادیو به تلویزیون خودتون نگاه کنید و فقط شنونده باشید، هیچ چیز رو از دست نمیدید. این کاملا نمایشنامه ها نمایشنامه های رادیوییه. اینقدر حجم دیالوگ بالاست، ساده ترین کاری که یک کارگردان میتونه صورت بده اینه که چون نمیتونه از المان های نور و تصویر استفاده کنه، میاد این رو تحمیل میکنه به بخش کلامی و از طریق گفتگو منظور خودش رو میرسونه. شما فقط یه آدمایی رو میبینید تو صحنه حضور دارن، اما ما اون آدم رو میبینیم و بحثش رو میشنویم، مطلب رو متوجه میشیم، روایت میکنن. به جای اینکه در واقع خود کارگردان با استفاده از المان‌های نور و تصویر موضوع رو برسونه، مطلب رو منتقل کنه، اینو میذاره توی دهان فلان بازیگر، فلان بازیگر و اون هنرپیشه هست که این مطلب رو منتقل میکنه. یعنی در واقع سازوکارهای این چنینی مقفول مانده. پس ایمیج سازی وظیفه اصلی هنر امروزه، تصویری که در ذهن شما درست میشه وظیفه اصلی هنره، و هنر وقتی وظیفش تبدیل شد به ایجاد یک تصویر، اونم در القای غیر مستقیم در ذهن هر کسی، دوره خاصی رو از شرایط هنری ما پشت سر میگذاریم و این دوره دوره است که آرام آرام به مرحله میرسه که مرگ مؤلف به تعبیر پست مدرنیست ها موضوعیت پیدا میکنه. هر تصویری شما از یک اثر هنری در ذهن خودتون دارید اون مبناست. مهم نیست که کارگردان، سناریست، نویسنده، گوینده اون شعر، سراینده اون شعر، کسی که اون تابلو نقاشی رو ترسیم کرده، یا اون موسیقیدان اون قطعه که اجرا کرده، خودش منظورش چی بوده. آنچه که شما استنباط میکنید و برداشت میکنید اینجا درست تلقی میشه در این حوزه مرگ مؤلف. پس ما در دوره زندگی میکنیم که هنر مهمترین کار کرده که براش دیده شده، نه اصل تصفیه یا کاتارسیس که مفهومی به نام ایمیج سازی و اینه که چه تصویری میتونه به مخاطب بده. هر قدر پشت یک فیلم، پشت یک کتاب، یک شعر، یک اثر گرافیکی، یک تابلو نقاشی، یک قطعه موسیقی زمینه فکری قوی تری باشه، ایمیجی که ارائه میشه احتمالاً مؤثرتر و موفق تره. ایمیج هایی که سریال های استراتژیک یا سینمای استراتژیک به انسان امروز آمریکایی و جهان میده، تصویر یا ایمیجی است از بقای جامعه و تمدن غربی. تلاش میکنه که این رو اعلام کنه، این رو بروز بده. خیلی مسائل تو جوامع دیگه هم رخ میده که اگر سازندگان سینمایی قوی داشتن میتونستن اون تصاویر رو منتقل کنن. امروز که روزهای پایانی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو پشت سر می‌گذاریم، چند برابر آثاری که در داخل کشور خود ما به جشنواره رفتن، فیلم‌های سینمایی که شما می‌شناسید و مطرح هست براتون، آثاری از کشورهای دیگه آمده. در بین اینها کارهایی از بعضی از کشورها آمده که به مراتب از آثار هالیوودی قوی‌تره، اما چون مربوط به آمریکا نیست و اون برند هالیوود رو نداره، اون کردیت و اعتبار هالیوودی پشت سرش نیست، شناخته نمیشه. یعنی اون مردم هم چنین فیلم هایی دارن، چنین تکنیک و توانایی برای بیان مطالب و مسائلشون دارن، اما خب با کمال تأسف صداشون به جاهایی نمیرسه. حتی من بعید میدونم خیلی از اینها رو تلویزیون خود ما که آمده تو جشنواره این فیلم ها، خیلی از اینا رو تلویزیون خود ما تهیه کنه و منتشر کنه یا در واقع ترجمه کنه و پخش کنه. پس این که هر جامعه ای تصاویری از جامعه خودش، از حیث بقای جامعه خودش و از حیث مدل ها و الگوهای اداری و اجرایی جامعه خودش معرفی کنه، تصویر استراتژیک بقای تمدنی خودش رو به دیگران حقنه کنه و دیکته کنه، این یک هنری است که در سطح تفکر استراتژیک امروز سینماگران به خصوص آمریکایی از این هنر برخوردارن. سریال یونیت یکی از این سریال هاست که در ادامه مبحثی که به ایلیس و همچنین 24 مربوط بود، این سریال هم در تقریبا همون ژانر عمل میکنه، هم درام، تریلره و حوزش هم به واحدهای ویژه و سینمای جنگی نزدیک.
موضوع این سریال نیروهای ویژه هست. اسم یونیت در زبان عربی میشه واحد. در سازمان‌های نظامی میشنوید که میگن واحد نظامی. واحد نظامی در قبل از انقلاب در ایران ترجمه شده به یکان. یکان همین است که ابتدایی وقتی ریاضی میخونید میگید یکان، دهکان، صدکان، و این کلمه با کمال تأسف جعل شده، غلط شده و امروز میگن یگان. یعنی نظامی‌های ما امروز یه واژه غلطی رو به کار میارن، میگن یگان نظامی. یگان خب همونطوری که میدونید یکان و نه یگان. یکان یا یونیت یا به عربی واحد، یونیت نظامی، واحد نظامی یا یکان نظامی از حیث سیستم نظامی از این جهت شناخته میشه که به هر مجموعه ای که یک ید واحده میشه، تنوع تکثر عناصری که داره در کنار هم وقتی قرار میگیرن یک هویت واحد تشکیل میدن، از این جهت نظامی ها برخلاف سایر سازمان ها از این عنوان استفاده میکنن. ممکنه یک دسته، یک گورهان، یک گردان، یک تیپ، یک لشکر، یک یکان تلقی بشه یا واحد تلقی بشه، ولی ما هیچ وقت در مورد یک محیط آموزش و پرورش از مثلا از یک واحد صحبت نمی کنیم. در یک سازمان اقتصادی از یک واحد صحبت نمی کنیم. تنها جایی که موضوعیت داره اون انسجام و یک پارچگی است که از یک جایی که نظم خوراک اصلیشونه و نظامی بودن جوهرش رو در اون میگیره تعریف میشه. عنوان سریال یونیت هست، یعنی یکان یا واحد، که برگرفته از کتابی است تحت عنوان انسایت دلتا فورس، نیروی دلتا از درون، اطلاعاتی است که در مورد یک واحد ویژه نظامی آمریکاست که نخبه های نظامی محسوب میشه. هر صنفی، هر گروهی نخبه دارن. در علم افرادی نخبه محسوب میشن، در صنعت بعضی ها نخبه هند، در اقتصاد نخبگانی وجود دارند، در سیاست برخی نخبه سیاسی هستند، در هنر برخی نخبه هستند. نظامی ها هم یک گروهی دارند که نخبه اونها محسوب میشه. نخبه نظامی ها اسمش نیروی ویژه است. توی بعضی کشورهای دنیا به کلاه سبز معروفند، در بعضی جای دنیا کلاهشون قرمزه مثل فرانسه، در برخی کشورهای دیگه مثل روسیه از کلاه قهوه‌ای استفاده میکنن. کلاهشون رو، یعنی کلاه بره دارن، کج میگذارن روی سرشون. معنیش این هست که اینها هیچ وقت برای پدافند جایی نمیمونن. کسی که کار پدافندی میکنه کلاه ایمنی، کلاه خود سرش میگذاره، پشت یک خاکریزی میسته دفاع میکنه، گلوله و توپ هم میخوره توی سرش. کسی که کلاه بره روی سرش میگذاره معنیش اینه که این همیشه در حال تهاجمه، هیچ کجا برای دفاع نمیسته. به فارسی میگیم تک، تک یعنی حمله، به عربی تک آور یعنی مدام این حمله میاره. تک آور، تک آور، کسی که مدام حمله میکنه. در ادبیات غربی بهش کماندو میگن و یه مفهومی هم آمریکایی‌ها دارن غیر از لفظ کماندو فرانسوی که بهش میگن رنجر، که این رنجرها همون نیروهای تکور هستن. تمایز اصلی نخبگان یا به قول اینها الیت ها در سازمان‌های نظامی به یک دلیله با دیگران. بقیه به تجهیزاتشون شناخته میشن. یک خلبان به هواپیمای جنگی شناخته میشه. یک ناوبر، ملوان و عناصر دریایی به ناوشون شناخته میشن. یک کسی که تانکیسته به تانک خودش شناخته میشه. کسی که توپچیه به توپ و هویتزرش شناخته میشه. اما کسی که نیروی ویژه است به تجهیزاتش شناخته نمیشه، خودش الیته، ویژگی مربوط به شخص خودش هست. اون نخبه برخلاف سایر رسته ها خودش هویت رسته داره، یعنی عنوان خودش یک رسته نظامی است، نه اینکه به تبع اون تجهیزات تعریف بشه. اولا و به ذات هر کشوری نمیره سمت تولید نیروی ویژه. از نظر سیاسی بسیاری از کشورها میترسن که نیروی ویژه تربیت کنن. نیروی ویژه انسان دیگه، از خودش اراده داره، فکر داره. ممکنه یک جایی این موشک سرگردان
خارج بشه، یعنی از دست اداره کنندش خارج بشه. اشاره‌ای که به فیلم اولین خون داشتیم، فکر میکنم در جلسه بحث ایلیاس بود، کتاب اولین خون وقتی نوشته شد داستان واقعی زندگی یک کماندوی هوابردی بود که از جنگ ویتنام برگشته بود. این اذیتش کردم، یه پلیس محلی به پرپای این پیچید و اذیتش کرد، گفت باید از این شهر بری بیرون. آدمی بود از جنگ برگشته بود، بیکار بود، پرس زنان وارد شهر کوچیک شد، پلیس اون شهر گفت باید این شهر بری بیرون. اینو اذیت کرد، این هم باهاش در افتاد و تمام آمریکا رو ریخت به هم، مجبور شدن برن کسی که اینو آموزش داده برگردن بیارن تا این رو نجات بده. آنچه که شما در ایلیس دیدید، عموماً حکومت‌ها با عناصر اینجوری خودشون دچار مشکلن. این رو به خوبی توی فیلم‌هاشون توی ایلیس نشون میدن. سرویس‌های امنیتی بالاخره یه جایی این آدم امنیتیشون که اطلاعاتش از بقیه بیشتره روبروی سیستم می‌ایسته. در 24 هم شما دیدید عموماً انتهای هر سیزن 24 نشون میدن که این آدم که مستقیماً رئیس جمهور آمریکا مجبور میشه یه جایی مأموریت رو به این واگذار کنه، کاری انجام بده، باز انتهای هر قسمت که میشه خودشون باهاش در میافتن و این آدم رو زندانی میکنن، محاکمه میکنن. عموماً عناصر قدرت نگرانند که یک چنین نیروهایی در یک جامعه شکل بگیره، چون امکان کودتا زیاد میشه. اینها این توانو دارن که کار رو دست بگیرن و هر کشوری سعی میکنه برای خودش از این دردسرها درست نکنه. معدودی از کشورها نیروی ویژه به معنی اخص کلمه دارن که شاخص ترینش انگلیسه، دو واحد اصلی داره یعنی SAS و SBS که اون تعدادی که در دو سه سال قبل در ابتدای عید دو سه سال قبل دیدید 15 نفر از انگلیسی ها رو که تلویزیون ما به غلط اعلام کرد ملوانهای انگلیسی که دستگیر شدن، از این افراد نزدیک نصفشون همون کماندوهای دریایی SBS انگلیس بودن. این افراد طبیعتاً از بهترین نیروهای ویژه دنیا محسوب میشن، از نظر رتبه بندی بهترین واحدهای ویژه دنیا رو انگلیسی ها دارن. در رتبه دوم نخبگان نظامی بهترینشون مربوط روس‌ها هستن، واحدی دارن به نام اسپتسناز که مربوط به دوره شوروی بوده، هنوز هم ظاهرا روس‌ها تو این زمینه رتبه خوبی دارن. آمریکایی‌ها در مورد دلتا امتیاز ویژه‌ای ندارن، چون واحد دلتا همون واحدی است که اومد توی تبس که در قضایای کسانی که در سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان دستگیر شده بودن اینها رو رهایی گروگان کنه، موفق نشد و توی تبس شکست خورد. بارها در جاهای مختلف با شکست مواجه شده، اما خب چهره‌ای که به وجود آمده اینه که دلتا رو با فیلم و با سریال‌هاشون خیلی برجسته کردن. این وضعیت در مورد اینها هست. از نظر رتبه بندی واحد ویژه دلتا رو به عنوان واحد نخبه نظامی آمریکا که اختیار عملیاتش دست رئیس جمهور آمریکاست، ابتدای این فیلم هم تو هر قسمتی میگه، میگه که این واحد در 1979 شکل گرفته، یعنی همزمان با انقلاب ایران و شکل گیری دور جدیدش هم به خاطر قضایای همون سفارت آمریکا در تهران بود که این کتاب به فارسی ترجمه شده در 1365. کسی که این دلتا رو به وجود آورد در ایران ترجمه شد در انتشارات امیرکبیر و وقایع اینکه چگونه این کار شکل گرفت رو توضیح میده. این اختیار عملیات این سازمان دست خود رئیس جمهور آمریکاست، مستقلا عمل میکنه. استعدادش یک گردان 1200 نفر است. خیلی تلاش کرد آمریکا که این رو به استاندارد انگلیس برسونه، نرسونده. امروز از نظر رتبه بندی نیروی دلتا بعد از SAS انگلیس، بعد از اسپتسناز روسیه و بعد از نیروی قدس سپاه قرار داره. میدونید که از نظر کیفیت عملیات ویژه ایران جزو تقریبا 3 یا 4 کشور اول توی دنیا محسوب میشه و استعداد عملیات ویژه ایران طبیعی است از این نظر، از نظر نیروهای نخبه‌ای که توانایی عملیات ویژه داشته باشن جزو 4-5 کشور اول محسوب میشه. با چنین روی کردی به دلیل جذابیتی که مهیج بودن وقایع عملیات ویژه داره، نگارش داستان و کتاب و ساخت فیلم توی این زمینه همواره با استقبال مواجه شده. اقدامات مهیج‌العقولی که این افراد انجام میدن
همیشه محل توجه به خصوص قشر جوان در هر جامعه ای بوده. آمریکایی‌ها یک واحد ویژه‌ای دارن، سازمان ویژه‌ای دارن به نام فرماندهی عملیات ویژه. این فرماندهی عملیات ویژه 4 مجموعه نیروی ویژه از نیروی زمینی، دریایی و تفنگداران دریایی و هواییشون زیر نظر اون هست که کلاه سبزهای نیروی زمینیشون یک جزء این محسوب میشه. یک واحد بسیار ویژه‌ای دارن که به اعتقاد من اون از نیروی دلتا تواناییش بیشتره اما کمتر معروفه. واحد معروف سیل نیویه. سیل یعنی همین فوک دریایی. کماندوهایی که به فوک معروفن در آمریکا مخفف سی دریا، ایر هوا و لند کماندو، سی ایر لند کماندو مخففش میشه سیل، یعنی کماندوهایی که در زمین و دریا و هوا می جنگن. در جنگ اول عراق این واحد قوی ترین واحدی بود که تو خاک عراق خوب عمل کرد، جنگ 1990-91 بر سر اشغال کویت. اما خب معروف بودن نیروی دلتا رو باید مرهون نکات دیگه‌ای دونست. همه اینها یک نسبتی با فرماندهی عملیات ویژه آمریکا دارن ولی اختیار دلتا دست رئیس جمهور آمریکاست. نیروی دلتا حاصل تجربه سرهنگ چارلی بکویس، همون کسی که اومد توی تبس در عملیات 5 اردیبهشت 1359 و شکست خورد. سرهنگ چارلی بکویس افسر مبادله ای بود در ارتش آمریکا و انگلیس. افسر مبادله ای اصطلاحیه که ارتش ها دارن، هر ارتشی یه افسری از خودش رو میفرسته به واحد مشابه خودش در یه کشور دیگه ای. اون کشور هم یه افسر مبادله ای میفرسته، اینها انتقال تجربه میکنن. ماجرای مبادله ای بودن رو در اون کتاب نیروی دلتا که در ایران ترجمه شد در 1365 میتونید ببینید. داستان رو تعریف میکنه که موقعی که افسر جوانی بود در دهه 50 میلادی قرن گذشته، اعزام میشه به انگلیس که در واحد SIS انگلیس، واحد کماندوی انگلیس، افسر مبادله ای باشه. اونجا به طرز حیرت انگیزی متوجه میشه که این سازمان خیلی از واحدهای ویژه آمریکا برتره. یک سال با اونها همکاری میکنه، وقتی برمیگرده آمریکا 20 سال کمتر از 20 سال، حدود 20 سال تلاش میکنه تا آمریکا هم یک همچین واحدی مثل واحد SIS داشته باشه. و در نهایت هم اتفاق سفارت آمریکا در تهران موجب میشه که رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی کارتر احساس کنه که یک سازمانی نیاز دارن که حالا بتونه بره توی ایران این افرادی که در سفارت بودن و دستگیر شدن به اتهام جاسوسی اینها رو بربایه و از ایران خارج کنه. برای این منظور بالاخره به این تلاش نزدیک 20 ساله چارلی بکویس میدون میدن و این فردی که تجارب زیادی در جنگ مالایا، همین مالزی فعلی، و جنگ ویتنام داشت، میدون به این میدن و این واحد دلتا رو به سرعت سازماندهی میکنه که اولین عملیات اصلیش توی تبس بود که خب شکست خورد. چند سال قبل چارلی بکویس در واقع از دنیا رفت و میراثی که گذاشت میراثی است که به اعتقاد من خیلی پرهزینه بوده ولی کمترین راندمانو داشته. مهمترین شکستی که بعد از قضیه تبس خوردن در قضایای سومالی بود که فیلم معروف بلک هاوک دان رو از اون شکست ساختن. یکی از دلایلی که آقای کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا نتوانست سیطره آمریکا رو بر شاخ آفریقا حاکم کنه اون شکست معروف در 1991 در سومالی هست. از اون موقع به این طرف چنان جو سومالی به هم ریخته که شما الان میدونید بزرگترین وضعیت جنگ دزدی دریایی در سواحل سومالی رخ میده. چند بار هم تا به حال درگیری‌های خونین اونجا صورت گرفته. دلتا در اونجا شکست عجیبی خورد. در قضایای عراق اصلا موفق نبود. چند روز قبلم، 3-4 هفته قبلم که شنیدید چند نفر از نیروی دلتا به اضافه چند تا از مامورین CIA در یک عملیات در واقع بمبگذاری یک کسی که جاسوس 2-3 جانبه بود، یعنی هم با القاعده بود هم با آمریکایی ها بود، تعدادشون کشته شدن که شخص آقای باراک اوباما مجبور شد بیاد اعتراف کنه که وضعیت افغانستان براشون بسیار سهمگین شده. اما کاری که آقای بکویس انجام داد، ایده‌ای که داشت، برد در ویتنام یه گردانی شبیه این رو ساخت،
تعداد مأموریت باش انجام داد، بعد آمد انقدر توی بوروکراسی آمریکا تلاش کرد. من گاهی اوقات که میخوام یه دوست جوانی میاد یه ایده‌ای داره، فکری داره، میبره به این ور اون ور میگه، بعد میگه کسی توی مملکت به حرف آدم گوش نمیکنه. بهش میگم میرین کتاب نیروی دلتا رو میخری، میری با حوصله میشین این کتاب رو میخونی. ببین برای ساختن یک گردان در یه جامعه ای مثل آمریکا که ادعا میشه هر کس ایده ای داشته باشه روی هوا میقاپن. پسر این مرحوم دکتر حسابی گاهی اوقات در مورد پدرش وقتی میاد میشینه توی تلویزیون صحبت میکنه، ذهنیتی رو مثلا شما میبینید میپرورونن که انه شما همین الان پاتونو بذاره توی آمریکا همه چیز در اختیار شما میگذارن، شما همه کاری انجام بدید. بله ایشون کنار دست اینشتین داشتن تحقیق میکردن، بعد یک باره گفتن ای کاش یک شمش طلایی بود این محاسبه فیزیکی رو انجام میدیم. فردا میان که شاید میزشون رو باز میکنن میبینن یه شمش طلا اونجا براشون گذاشته شده. خب مخاطبی که این چیزا رو میشنوه احساس میکنه که بله شما یک واحدی رو میخواید راه بندازید، یک تحقیقات علمی کنید، همه چیز براتون فراهمه. نمیگم در جوامع متمول و جوامعی که امکانات گسترده‌ای دارن این موارد نیست، اما واقعیت ها هم اینجاست که شما میبینید یک کسی میره اونجا، افسر مبادله‌ای بوده، از آمریکا میره انگلیس، بعد وقتی برمیگرده 15 سال 20 سال بعد میگه که چه بلایی سرش اومد، میگه رفتم نشستم نوشتم که ما یه همچین چیزی میخوایم، وقتی بردم تحویل دادم که آقا ما یه واحدی میخوایم به نام دلتا، فرمانده لشکر هوابرد توی کارولاینای شمالی میگه جوری سرد برخورد کرد، میگه من از در اتاقش اومدم بیرون اینو انداختم داخل سطل زباله، یعنی حتی متنی که نوشته بود رو با خودش خونه بر نمیگردونه. به قدری این اعتماد به نفس داشته، به قدری این همت و اراده داشته که در واقع پافشاری میکنه میسته تا یه شرایطی مثل قضیه لانه جاسوسی پیش میاد و زمینه فراهم میشه برای ساختن چنین واحدی. خب این اون نکته ایست که مقفول مانده، یعنی یکی از امتیازهای انسان غربی استمرار و اون در واقع همت و اراده شه. این خیلی مهمه، درسی است که بایست انسان امروزی بگیره از این انسانهای غربی. ما از هر کسی باید خوبیای رفتارش رو بگیریم. خب این خیلی نکته مهمی است که یک کسی 20 سال تلاش میکنه که یک گردان ساده را بندازه. این اتفاق اینجا افتاد، بکفیس این کار رو انجام داد. بعدن خاطرات اون راه اندازی رو تحت کتابی تحت عنوان نیروی دلتا نگاشت، گفتم در سال 1165 در ایران ترجمه شد، کتاب بسیار روانه. از نیروی دلتا بعدن چند تا فیلم سینمایی ساخته شد که سری معروف فیلم دلتا فورس، نیروی دلتا، با بازی چک نوریس در 1986 به بعد در سه مرحله شکل گرفت، یعنی در واقع دلتا فورس 1، 2 و 3. این سری فیلم ها جایگاه خیلی خاصی در ژانر سینمای عملیات ویژه باز کرد و در دوره بعد از اون هم بازی کامپیوتری ساخته شد که امروز دست نوجوان ها هست و استفاده میکنن. در سالهای اخیر کتابی نگاشته شد توی آمریکا به نام Inside Delta Force که این کتاب عنوانش هست Inside Delta Force، نیروی دلتا از درون، که از داخل یه اطلاعاتی رو در مورد عملیاتش منتشر کرده. The History of America's Elite Counterterrorism Unit، واحد داستان و واقعه و تاریخ در واقع واحد ضد تروریسم آمریکا، نخبگان ضد تروریسم آمریکا. این کتاب وقتی نوشته شد پایه‌ای شد برای ساختن این سریالی که به نام یونیت شناخته میشه. ابتدای هر کدوم از سیزن‌های این هم نوشته میشه که در فیلم یونیت نوشته میشه که این فیلم از این کتاب برگرفته شده و داستان پایش رو از Inside Delta Force استفاده کرده. فیلم یونیت یا همون یکان یا واحد در 4 فصل یا 4 سیزن ساخته شده در حدود 70 قسمت.
فصل نخستش 13 قسمت سال 2006 ساخته شد، فصل دومش 23 قسمته که در 2006-2007 اکران شد، فصل سومش 11 قسمت سال 2007 و فصل چهارم هم 22 قسمته که در سال 2008-2009. این که در دوره جدید چرا مجدداً در 5-6 سال گذشته واحد دلتا مطرح شد در فضای آنچه که معروف شد به جنگ مبارزه با جنگ علیه تروریسم و ضرورت دادن آرامشی به مردم آمریکا از اینکه نگران نباشید نیروهایی هستند که از شما دفاع کنند، خیلی مهمه. گفتم ایران یکی از پیچیده ترین و توانمندترین واحدهای ویژه رو داره. واحدهای ویژه دو جا شما معیار برای شناساییش داشته باشید. یکی اینکه کشوری چطور گروهای چریکی رو میتونه سامان بده، یکی اینکه یک کشوری چطور گروهای چریکی روبروی خودش رو میتونه خونسا کنه. فرض کنید آلمان ها یه واحدی دارن به نام جی اس جینو. آلمان ها به دلیل یک مبارزه با هواپیما ربایی که یه هواپیمایی ازشون دزدیدن مثلا 20 سال پیش بردن موگادیشو، بیش از 20 سال پیش در اون عملیات رهایی گروگان موگادیشو یه کار مهمی انجام دادن. مثلا حالا واحد جی اس جینو آلمان خیلی واحد ویژه است. خب شما میدونید که ما 65 هواپیما از زمان رو بوده شد و این هواپیما بخش عمده‌شون روی هوا رهایی گروگان شد و یک تعداد زیادشون روی زمین رهایی گروگان شد. بالاترین تعداد مبارزه با هواپیما ربایی و رهایی گروگان در تاریخ عملیات ویژه دنیا مربوط به ایرانه، در صورتی که کمتر از 2-3 فیلم سینمایی در موردش ساخته شده. اونایی هم که ساخته شده برای حجو این بوده، مثلا فیلم ارتفاع پست یا فیلم های این چنینی که ساخته شد برای در واقع تمسخر این پدیده بود، بخواسته پیام دیگه ای رو بده، حالا یه لوکیشن نیاز داشته، اون هم این بوده که داخل هواپیما اینو مطرح کنه. در صورتی که شما در قسمت نخست سریال یونیت اون صحنه‌ای که می‌بینید در روی زمین هواپیمایی رو در آیداهو آمریکا گروگان گرفتن خاورمیانه‌ای‌ها، عرب‌های مسلمان، وقتی که برای رهایی گروگان میرن، این اون عملیات که در روی زمین رهایی گروگان شده باشه، تعداد بسیار زیادی توی ایران صورت گرفته. مشابه این کاری که روی هوا انجام بشه هم بخش‌های زیادی بوده، اما این رو مردم ما خیلیاش رو نمیدونن و در واقع نمیدونن که یکی از بالاترین تجربه ها در مبارزه با تروریسم مربوط به سیستم مثلا حفاظت هوایی در کشور ما بوده، یا جامعه ای که در یک دوره پرتنش سیاسی در سال 1360 بسیاری از مسئولین کشور در بمبگذاری ها در واقع شهید شدن، اون واحد ضد تروریستی، اون واحدی که بتونه آرام آرام بتونه امنیت رو ایجاد کنه، در مقابل کدوم جنبش چریکی قرار داره. تهدید رو تعریف میکنن، نسبت به تهدید گفتم معیار رو اینجوری بگیرید، واحد جی اس جینو آلمان یک مبارزه با هواپیما ربایی داشت، اونم عملیاتی که تو موگادیشو انجام شد. اما دو سازمان پیچیده چریکی جهان به ایران مربوطن، این معیار عملیات ویژه است. اولا سازمان مخوف مجاهدین خلق که این سازمان فقط تعداد کشته های بمبگذاری ها و ترورهاش 16 هزار نفره، یعنی غیر از اون 72 نفر حزب جمهوری، بعد رئیس جمهور و نخست وزیری که در سال 60 اینها نخست وزیر رو بمبگذاری کردن و بعد هم فرماندهان شاخصی مثل صیاد شیرازی رو در بعد از جنگ، سالها بعد از جنگ ترور این افراد رو رقم زدن، آرایش نظامی پیچیده اینها، تجهیزشون به تانک، توپ و امکانات گسترده، به عنوان یکی از پیچیده ترین سازمان های چریکی جهان. وقتی تهدید شما بزرگترین، یکی از بزرگترین سازمان های چریکی جهان بوده، معلوم میشه سیستم ضد تروریسم شما خیلی قوی بوده که تونسته اینو خونسا کنه. نکته دوم، معروفه که خوشنامترین سازمان چریکی جهان در بین 400 سازمان چریکی موجود امروز در جهان، یعنی سازمان حزب الله لبنان، توسط ایران طراحی و سازماندهی شده.
این دوتا نشون میده که قدرت عملیات ویژه و نخبگان این چنینی در ایران از چه کیفیت و سطحی برخوردارن. یعنی این که خوشنامترین سازمان چریکی جهان که میتونه 34 روز جلو ارتش اسرائیل مقاومت کنه و اون ضربه رو بزنه به اسرائیل و یکی از مخوفترین سازمان‌های چریکی جهان یعنی سازمان مجاهدین خلق، این سازمان هر دو، یکی روبروی ایران، یکی گفته میشه با حمایت ایران، این اون معیار برای اینه که مشخص کنه کیفیت عملیات ویژه در یک کشوری چیست. خب این فیلم از 2006 تا 2009 پخش شده در 4 سیزن، حدود 70 قسمت، و توی همین فضایی که گفته میشه تهدید جدیه و تهدیدهای تروریستی و باید با اون مواجهه صورت بگیره کار انجام شد. همه واحد دلتا فورس رو توی این فیلم نشون نمیده، یک و دو تیم، یعنی تیم آلفا و براوو رو نشون میده. سازماندهی در واقع دلتا فورس اینه که در قالب تیم‌های 4 تا 6 نفره سازماندهی میشن. این تیم‌هاشون با حروف الفبای یونانی شناخته میشن، خدا دلتا که میدونید عنوان یونانیه و این حرف دلتا، تیم‌های واحد نیروی دلتا هم همه تیم‌هاش هر کدوم با یک حرف یونانی شناخته میشن، که دو تیم اصلی در این فیلم خیلی برجسته است، تیم آلفا و تیم براوو. همین دوتا تیم رو، یعنی شما در واقع اطلاعاتی که میبینید در این فیلم مربوط به این دو تیم هست، در یک پوشش عمل میکنن. پوشش چون واحد ویژه هستن و مشخصاتشون شناخته شده نیست، اینجا هم سعی میکنن پوششی عمل کنن. تابلویی که جلوی ساختمونشون قرار داره در واقع روش نوشته شده در واقع واحد مطالعاتی 303 لوجستیکی، Logistical Studies Unit، یعنی در واقع آنچه که توی این فضا خودش رو برجسته میکنه پوششی بودن عملیات این هاست. یه جایی خانم یکی از این قهرمان های اصلی فیلم وقتی ازش میپرسن که، یعنی خانم جدیدی که با شوهرش اومده توی این واحد و خونه سازمانی های اونجا مستقر شدن، وقتی میپرسه که شوهر من کار مطالعاتی میکنه در این واحد لوجستیکی هست، بهش میگه نه، این پوشش واحد ویژه دلتاست. لذا مهمترین مطلبی که در این فیلم دنبال میشه معرفی فرهنگ نیروهای ویژه آمریکاست که ضرورت داره مردمی که خودشونو در تهدید میبینن، در محاصره جدیه به قول خودشون تروریسم میبینن، مردم رو آموزش بدن به این قضایه و نشون بدن که سازمان نظامیشون به چه شکلی هست. امروز اگر مثلا من به شما میگم که دلتا فورس، سیل نیوی، سپتسناس در روسیه، جی اس جینو در آلمان یا واحدهای مشابه اینها در چه سطحی قرار دارن، مثلا ایران هم یک چیزی داره به نام نیروی قدس. خب بیشتر از اینکه شما در داخل در ادبیات فارسی در مورد نیروی قدس بشنوید، بیشتر در روزنامه‌ها و نشریات غربی‌ها در مورد این سازمان می‌بینید اطلاعاتی وجود داره وقتی توی اینترنت برید. خب یک بار اراده یک سازمان و جامعه اینه که پدیده معرفی نشه، اما یک موقعی جامعه به این مرحله میرسه که اون واحد ویژه و مخفی خودش رو سعی می‌کنه بیاد علنی کنه. باید این ضرورت رو درک کرد چرا چنین کاری میکنه. یعنی وقتی آمریکا میاد به این نتیجه میرسه که دلتا فورس رو علنی کنه، اطلاعاتش رو در موردش فیلم بسازه و این فیلم رو معرفی کنه، نوع عملیات این رو در واقع معرفی کنه و به جامعه نشون بده، این اون تصویر استراتژیکی است که قرار ارائه بشه. عین اینکه یه روز جمهوری اسلامی بیاد در مورد نیروی قدس فیلم بسازه و زندگی خانوادگی اونا رو نشون بده، ماموریتایی که میرن، در این سریال ایلیس و سریال 24 بیشتر شبیه سریال ایلیس، توی این فیلم هم توی هر قسمتش به یک کشوری اینا اعزام میشن، همون پیام جهانی شدن که جهان کاملا در سیطره آمریکایی هاست و هر کجا دوست دارن، هر کجا تهدیدی هست میرن اونجا عملیات میکنن برمیگردن. تصویر استراتژیکی که فیلم یونیت به مخاطب میده اینه که
اصرار داره واحد دلتا شناخته بشه، یعنی معرفی دلتاست، در واقع یک فیلم پروپاگانداست. 10 نفر شخصیت اصلی توی این فیلم هستن که این 10 نفر فرمانده اون گروه اصلی است که سرهنگ تامس رایانه، کلونل توی این فیلم ها گفته میشه، کلونل یعنی سرهنگ، سرهنگ تامس رایانه. سرهنگ تامس رایان هنرپیشه معروفی است که مهمترین کاری که قبلا مخاطب ایرانی ازش به خاطر داره نقشی است که روبروی آرنولد شوارزنگر در فیلم معروف ترمیناتور 2 بازی کرد، همون پلیس آینده بود، پلیسی که جیوه‌ای بود و هر بار که آرنولد شوارزنگر بهش شلیک میکرد این پودر میشد میریخ زمین دوباره شکل میگرفت. سرهنگ تامس رایان شخصیت در واقع فرمانده اون مجموعه هست. نفر اصلی، فرمانده عملیات اصلی توی صحنه یک چهره خاصی است که شما در فیلم 24 با این آشنا شدید. اونجا به عنوان دیوید پالمر کسی بود که رئیس جمهور آمریکا شد و اینجا تحت عنوان جوناس شخصیت اصلی فیلم محسوب میشه که چهره اصلی عملیاتی است و عملیات میدانی رو انجام میده. رایان فرمانده است که توی آمریکا فعالیت رو دنبال میکنه، اما اونی که به همه جا اعزام میشه چهره اصلی است، جوناس. این فرد خانومش یعنی مولی توی اون خونه های سازمانی همراهی میکنه باهاش و همین نقشی که خود جوناس در فیلم برای پیوند همه با هم دیگه داره به عنوان چهره اصلی در بین زنان خونهای سازمانی و اون شهرک نیروهای ویژه هم خانم مولی چنین نقشی رو ایفا میکنه. یک خانواده جدیدی به اینها میپیوندن، زوج جوانی هستن که به اینها میپیوندن، باب براون و کیم براون هست که این دو نفر دو تا بچه کوچیک هم دارن، میان و نزدیک میشن به این واحد و عنصر جدیدی است که توی نیروهای ویژه کمک میکنه به آقای جوناس. یک خانواده از قبل اونجا وجود دارن، خانواده‌ای که در حال فروپاشی مک و تیفی، تیفی یا همون تیفانی و مک، اینا یک زن و شوهری هستن که خب طبیعتاً مک اون شخصیت جوناس رو نداره از نظر مسئولیت، از نظر ثبات شخصیت، از نظر جایگاه خدمتی و عین در واقع باب هم تازه وارد نیست، اما به هر جهت خانواده است که حضور داره. تیفی معلمه در همون شهرک و زندگی میکنن، مشکلات اخلاقی داره و با اون سرهنگ تامس رایان ارتباط داره. مهمترین شاخصه عشق مثلثی که اساس فیلم های دیونیزوسی محسوب میشه در حوزه فلسفه هنر، مناسبات دیونیزوسی رو عشق های مثلثی شکل میدن توی این حوزه که اون نظم و هارمونی رو میخوان به هم بزنن، یک جور بی نظمی رو حاکم کنن. این اون ضربه و شوک عاطفی است که به مخاطب ایجاد میکنه تا کشش پیدا کنه. این رو در همه سریال هاشون میبینید، یعنی در ایلیس گسترده بود، در 24 توی هر سیزنش جداگانه. دلیل اصلی کشش سریال لاست این شیفت کردن عشقهای مثلثی سریال لاست، یعنی عامل اصلی کشش سریال لاست این 3-4 تا عشق مثلثی اون فیلم هست که شیفت میکنه، یعنی در هر سیزن جابجا میشه. سریال یونیت هم از یک مناسبات مثلثی در حیازدائی بهره میبره که نسبت بین مک و تیفی و تامس رایان هست. دو نفر البته از افراد اون تیم براوو و آلفا هستن که مجردن، یکیشون ویلیامز هست، هکتور ویلیامز، و دیگری هم چارلز. پس سریال یونیت جزئی از واحد دلتا رو نشون میده که این واحد دلتا، یکان دلتا، در یک جایی جدا از بقیه دلتا مستقره، یک مجتمع خاص خودش داره، واحد بهداری داره، مدرسه داره. این افراد خونه های سازمانیشون بغل دست خود واحد در واقع دلتا هستن و
مناسبات زندگی شخصی این افراد و مخفی کاریاشون و بعد عملیاتشون رو نشون میده. در سیزن 1 یا فصل 1 عملیات با مسئله اقداماتی که در افغانستان داره انجام میشه توسط جوناس آغاز میشه. وقتی که برمیگردن به آمریکا، توی آمریکا یک گروگانگیری در آیداهو صورت میگیره در یک هواپیما، اونجا میرن رهایی گروگان میکنن و این خانواده جدید، خانواده براون هم به اینها میپیوندن و از اونجا سریال شروع میشه. در سیزن دوم مأموریتی رو اینها به آفریقا میرن، یک ماهواره چینی سقوط کرده، کیتی از اون رو باید جدا کنن و به آمریکا برگردونن. در سیزن یکم در قسمت سوم به اندونزی اعزام میشه جوناس و موسیونرهای مذهبی آمریکایی در اونجا نقش خودشون رو دارن ایفا میکنن. توسط مسلمون ها گروگان گرفته شدن، موسیونرهایی که قرار مسیحیت رو اونجا رواج بدن. خب چون گروگان گرفته شدن، از آمریکا جوناس اعزام میشه، میره اونجا و اینها رو رهایی گروگان میکنه و چارچوب رو مشخص میکنه، برمیگرده. در قسمت چهارم وزیر مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر مکزیک میاد آمریکا. مافیای مواد مخدر سعی میکنه در آمریکا خانواده اون رو گروگان بگیره و خودش رو ترور کنه. در کنار اقداماتی که حفاظت شخصیت‌ها در هر جامعه ای صورت میدن، اینجا مأموریت داده میشه به دلتا که از این وزیر و خانواده‌اش محافظت کنه. همونطوری که تنوع این مأموریت‌ها رو می‌بینید، یک هدف رو دنبال میکنه این فیلم. میخواد توی هر قسمت به مردم آمریکا و مخاطب بگه که وظیفه دلتا چیست؟ امروز شما در مورد وظیفه خیلی از سازمان‌های داخلی نمی‌دونید. اخیراً سریال 125 چیه در مورد آتش نشانی پخش میشه. این سریال ها سریال های پروپاگاندا هستن، یعنی میخواد مناسبات داخلی خانواده اینها رو نشون بده. اینها چه دغدغه هایی دارن، جوانن، میخوان ازدواج کنن، با پدر مادرشون چه کشش ها و کنش هایی دارن، بعد سختی های کارشون چیه، چطور فرهنگ سازمانی کارشون رقم میخوره. یک سریال 400-500 قسمتی الان چند سال از تلویزیون ما پخش میشه به نام پرستاران. اون سریال هم همینه، میخواد صنف پرستار رو معرفی کنه و مردم آگاه بشن از اینکه یک پرستار چه سختی های شغلی داره، مناسبات درونی خانوادهشون چیه. این دست سریال ها که سعی میکنن یک شغل و حرفه رو معرفی کنن، اینها ژانرشون بیشتر ماهیت پروپاگاندا داره، یعنی تبلیغاتیه، معرفی اون صنف و کار هست با مقاصد خاص. از این اون حیث مقاصد خاص میکنش پروپاگاندا، ولی صرف معرفی اون سازمان مبنای پروپاگاندا نیست. اینجا هم همونطوری که اشاره کردم، به ترتیب که این 70 قسمت 69 قسمت رو جلو میریم، توی هر قسمت یک مأموریت، یک حوزه عمل نیروی دلتا معرفی میشه. مشخصا در قسمت ششم سیزن 1 که عنوانش هست سکیوریتی یعنی امنیت، در سفارت ایران در لبنان قراره که شنود بگذارن. CIA میخواد شنود بگذاره در سفارت ایران در بیروت در لبنان. تیم رو اعزام میکنن به لبنان. اینها میان اونجا و در واقع سعی میکنن که به سفارت ایران رخنه کنن. هدفشون از این رخنه اینه که مکالمات رو کنترل کنن در سفارت ایران، ببینن ایران با روسیه تا کجا جلو رفته در قضیه مسئله انرژی هسته‌ای، و از یهودی‌ها و اسرائیلی‌ها کمک می‌گیرن در نفوذ به سفارت ایران. هر کدام از میدان‌هایی که دغدغه‌های خاص روز آمریکایی‌ها باشه، تو اون میدان‌ها نمونه کار رو نشون میدن. در مثلا سیزن 1 قسمت 9ش موضوع موشکای سطح به هوا هست. این موشکای زمین به هوا رو بررسی میکنن. در قسمت بعدی باب و جوناس برای آموزش سربازای به آفریقا اعزام میشن. در یک قسمت دیگه بحث جستجوی بمب توی آتلانتاست. توی سیزن 1 وقتی تمام میشه، آخرین قسمتش،
اعزام میشن به منطقه بالکان، یک جنایتکار جنگی سرب هست که مسلمان‌ها رو در واقع کشتار کرده. این رو نیروهای سازمان ملل که زیر نظر فرانسوی‌ها هستن از دلتا میخوان که برن کمکشون اون فرد رو بگیرن. و تو اون قسمت هم اینکه چطور زیر نظر سازمان ملل دلتا عملیات میکنه معرفی میشه، که البته اونجا خیلی فرانسوی‌ها رو به سخره میگیره. بعد از اینکه برمیگردن یک جشن خانگی دارن، تو جشن خانوادگیشون مسخره میکنن فرانسوی‌ها رو، میگن فرانسوی‌ها آدمای بی عرضه‌ای هستن، در جنگ جهانی اول و دوم اگر ما آمریکایی‌ها نبودیم فرانسوی‌ها نمیتونستن پیروز بشن. تحقیر سایر ملت‌ها رو کاملا تو دستور کار دارن. در سیزن دو طرح حمله بیولوژیکی شروع میشه و در افغانستان، در پاکستان، یه گروهی که میخوان راه بیفتن برن اروپا و آمریکا و همه خودشون آلوده به میکروب هایی هستن و نشر یک بیماری های در حوزه تهدید های بیولوژیکی رو مد نظر دارن، اینها اعزام میشن با اونها مقابله میکنن. سری بعدش در بلغارستان عملیاتش انجام میشه، عملیاتی در مردمداری مردمیاری تو خود آمریکاست، عملیات این در قسمت پنجم سیزن دو، عملیات نجات در طوفان خود شمال کارولایناست. در روسیه مأموریتی دارن برای بقایای یک هلیکوپتری که اونجا سقوط کرده. در قسمت دهم سیزن دو توی جمهوری گرجستان وارد عملیات میشن. در جاهای مختلف، حالا از حوصله بس خارجه، گروگانگیری تو مدرسه صورت میگیره در سریای بعد، رهای گروگان میکنن. در المپیک وارد عمل میشن و اقدام ضد تروریستی میکنن. در اسرائیل و فلسطین اشغالی میرن، از بمبگذاری های انتحاری به قول خودشون برخورد میکنن، مبارزه میکنن. در وزیرستان پاکستان هست که اقداماتی رو انجام میدن. در انتهای سری دوم پرنسس و در واقع خانواده سلطنتی تایلند در آمریکا هستن که تیم دلتا رو مأمور محافظت از اونها میکنن. اونها داخل خودشون یک درگیری خانوادگی دارن و حتی مأموریت شاهان و خانواده اونها رو هم به این تیم واگذار میکنن. قسمت سومش با همون ماهیتی که در سریال 24 دیدید شروع میشه، یعنی یک اشکالی پیش اومده، یک اطلاعاتی دست، ظاهرش این بوده که گفته شده دست نیروهای دلتاست، اما یک خانمی بعداً اعتراف میکنه که اون اطلاعات دست اون بوده، برای اینکه از خودش رو نجات بده گفته که این اطلاعات دست دلتاست. یه فسادی درون حکومت آمریکا، سرویس‌های امنیتیش و حکومت آمریکا فسادی رو داشته، افرادی رو سربنیست کردن، اطلاعاتش رو اون خانم که مأمور سیاه بوده دزدیده، بعد برای فرافکنی گفته که این اطلاعات دست جوناس هست. حالا سیستم دلتا رو حکومت آمریکا میپاشونه و همه نهادهای امنیتی اطلاعاتی شامل NSA, CIA و بقیه میافتن دنبال اینکه یوناس رو پیدا کنن. یوناس فرار کرد، رفته پاناما، دو سه نفرشون رو گرفتن، تو زندان دارن شکنجه میکنن. همه اون آنچه که شما در اون دو قسمت سریال دیدید، دو سیزن دیدید، همه اینجا در واقع اون سیستم پاشیده و نابود شده. اقداماتی انجام میدن در سواحل هندوراس تا اینکه اون جنازه ها رو پیدا میکنن، بتونن اسناد رو مشخص کنن، برگردونن. همون چیزی که شما در سریال 24 دیدید که یه موقعی روبروی خود مأمورینی که حکومتشون رو نجات میدن و جامعهشون رو نجات میدن، قدردانی اون حکومت و جامعه اینه که این مأموران رو باشون برخورد میکنه، باورپذیر میکنه. یکی از چیزایی که عموما جوونا تو بحثای دانشگاهی از ما میپرسن اینه که چرا هیچ وقت نمیشه از حکومت ما توی فیلمای سینمایی و سریالها مثلا انتقاد کرد، چرا نمیشه از این موارد انتقاد کرد، این مأمورین روبروی هم قرار بگیرن. حالا من در صدد پاسخ به این نکته نیستم که چرا میشود یا نمیشود، اما این نکته مهمی است که وقتی یک کسی رو میبینید در فیلم 24 یک ایالتی رو نجات میده توی بمب اتمی که قرار اونجا منفجر بشه، بیش از 1 میلیون نفر میخواد کشته بشه، این جلو این فاجعه رو میگیره، بلافاصله مأموریت تموم میشه، این آدمو میگیرن زندانی میکنن. حالا اگر تو جامعه ما باشه، اولین کاری که تصور همه هست اینه که این تا از زندان اومد بیرون باید بره پناهنده بشه به یه جای دیگه، علیه مردم خودش حرف بزنه. این روحیه توی فرهنگ سازمانی، من نمیخوام بگم اغراق میشه، قلوف میشه در اون مناسبات توی این فیلم‌های سینمایی یا نه، فرهنگ سازمانی که به وجود میاد اینه که یه انسانی متعهد به امنیت جامعه خودش، امنیت
حفظ حکومت و جامعه خودش، بعد همون حکومت و جامعه میگیره این رو محکوم میکنه، محاکمه میکنه. این نمیاد بیرون بره یه جای دیگه پناهنده بشه، علیه مردم کشور خودش و علیه حکومت خودش حرف بزنه. فساد بعضی از مدیران تا سطح معاون رئیس جمهور، و حتی شما در سریال 24 دیدید فساد خود رئیس جمهور رو به حساب حکومت نمیذارن. این ایمیج استراتژیکی است که تو ذهن انسان آمریکایی میشینه. و اگر انسانی بیرون از جامعه آمریکا اینو دید که مثلا یک گروهی تلاش میکنن، یه سیاه‌پوستی میاد توی آمریکا میشه رئیس جمهور، بعدن یک افراد ضعیفی این رو کنار میذارن، بعد یک فرد کاملا ضعیفتری میاد رئیس جمهور میشه تو خاک آمریکا، بعد این فرد همین آدمایی که حافظ امنیت ملی آمریکا بودن رو نابود میکنه. اون آدما در سری‌های بعد نمیان بگن ما برای این حکومت و برای این جامعه و مردم فداکاری کردیم، حق ما چی شد؟ مطالبه گری نمیکنن از این حیث. نسبتی که با مردم، با تفکر ایدئولوژیک جامعهشون یعنی لیبرالیسم و حکومتشون دارن، اینو به حساب حتی رئیس جمهور آمریکا نمیذارن. شما این چیزیه که ایمیجی است که توی سریال 24 برای یک انسان آمریکایی تو ذهنش میشینه. اینجا هم شما میبینید نیروی دلتا توی دو سیزن، یعنی در 13 قسمت اول و 23 قسمت دوم، از همه چیز آمریکا دفاع کردن. ابتدای قسمت سوم، ابتدای سیزن سوم، فصل سوم، میبینید که یه اتفاق عجیبی میفته، یه اطلاعات غلطی پخش میشه، بعضی از آدمای فاسد درون حکومت آمریکا زیر سوال میرن. حالا اولین کاری که میکنن دلتا رو میپاشونن، و چطور مجددا خانواده این افراد و خود این افراد، مثلا تیفانی، همون تیفی که زن مک هست، میاد میره زندان، میگه من میخوام شوهرم رو ببینم. بهش میگن که شوهرت نیست، اصلا همچی کسی اینجا نیست. میگه بابا من دیروز اومدم تو این زندان دیدنش. میگن نه اصلا همچی آدمی نیست. حالا گونی کردن سرش و منتقلش کردن یه جای دیگه که نابودش کنن. این وضعیت که بعد فرد وقتی آزاد میشه از این فضا، میاد دوباره برای همین سیستم، برای همین مردم و برای همین جامعه توی همون واحد خدمت میکنه، این از نظر فرهنگ سازمانی پیام خیلی قوی است. یکی از مشکلات ما اینه، اگر تو حکومت ما با یه آدمی در حد بزرگان سیستم و حکومت کسی برخورد کنه، از فردا میشن ضد مردم و ضد حکومت و ضد دین و ضد ملیت و دشمنی که از اون بدتر وجود نداشته باشه. اینا سر مسائل شخصی و اخلاقی خودشون که با سیستم دچار مشکل شدن، میرن به اون پناه میبرن. یعنی دیگه از اون لحظه به بعد اسرائیلیا خودی محسوب میشن، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها راحت. یعنی اینجا ماها یه اخلاق بد سیاسی پیدا کردیم که اگر یک جایی از حکومت، جامعه، مردم با ما برخورد کردن، ما از فردا روبروی مردم، روبروی دین، روبروی ملیت خودمون، روبروی کشور خودمون و روبروی حکومت میستیم. پیام ویژه‌ای که هم در ADS، هم در 24 و هم در سریال پریسون بریک که حالا بیشتر ماهیت فلسفی داشته، امنیتی، هم در سریال یونیت منعکس میشه، اینه که وظیفه هر کسی است از حکومت، جامعه، مردم، ملیت خودش دفاع کنه، اما چنین حقی نداره که بعد که تمام شد برگرده روبرو مردم خودش بایسته، قهر کنه بره یه جای دیگه علیه مردم خودش، فکر و فرهنگ خودش، تمدن خودش، جامعه خودش و حکومت خودش حرف بزنه. اگر مشکلی بوده، اون تعداد وزیر و وکیل و رئیس جمهور بودن که مشکل داشتن، نه اینکه باید روبروی، یعنی حالا که اینطوری شد پس باید کل حکومت آمریکا رو براندازی کرد، کل جامعه آمریکا رو متلاشی کرد. این اون تصویر استراتژیکی است که این دست سریال ها ایجاد میکنن. اما در جامعه ما اینجوری نیست. یک کسی رو میگیرن 6 ماه باش برخورد میکنن، بعد از 6 ماه این دیگه همه جامعه خودی براش میشن بیگانه، و بیگانه و دشمن براش تبدیل میشه به خودی. من چون فرصت ندارم از ذکر محورهای دیگه، توی ابیجان مأموریت دارن، توی عراق مأموریت دارن، توی سیزن سوم عملیات نجات یه ژورنالیست رو، یه روزنامه نگار رو میرن صورت میدن، دوباره با هواپیما ربایی درگیر میشن، یه عملیاتی رو مسئله به اصطلاح پلوتونیوم در کوزوو هست در بالکان، اینو میرن صورت میدن، مأموریتی در کولومبیا دارن، محورهای مختلفی هست که اینها انجام میدن. نکات اصلی فیلم در حوزه تعلیقش 3 نکته اصلیه. مسئله اول اینه که تعلیق
این فیلم دو مدله، یکی تعلیق منقطعه، یکی هم تعلیق متصل. تعلیق منقطع در این فیلم، خط تعلیق منقطعش عملیات نیروی دلتاه، یعنی تو هر قسمت یه عملیات مستقلی انجام میشه که خیلی ارتباط با قسمت‌های بعدی نداره. البته استثنا در بعضی از اپیزودها مثلا یک مأموریتی به قسمت اول دوم سوم کشیده میشه، ولی داستان‌ها کاملا مستقله. اینا خط تعلیق در واقع منقطعشه که هر داستان خودش یه خط تعلیق خاصی داره. یه خط تعلیق متصل داره که خواسته یه فیلم اونه، اونی که اساسا تو این فیلم دنبال شده اون خط تعلیق متصله، بهش میگن فرهنگ سازمانی. فرهنگ سازمانی فرهنگی است که هر سازمان و گروه و مجموعه‌ای برای خودش داره. توی این فیلم به طرز بسیار چشمگیر و زیبایی تونستن فرهنگ سازمانی یک گروه ویژه رو، یعنی از زندگی زنانشون تا شغلهاشون تا بعد مأموریتی که مردانشون میره و تأثیری که رو بچه هاشون میگذاره رو به خوبی تصویر کنن. یکی از مشکلاتی که اگر با نظام اداری کشور خودمون آشنا باشید میدونید همیشه ازش نالیده میشه تو وزارت خونه ها، توی دستگاه ها، اینه که فرهنگ سازمانی ما ضعیفه. بحث فرهنگ سازمانی بحث پیچیده ایه، اما اجمالاً اینجا ما با یک جامعه ایزوله روبرویم. منظور از جامعه ایزوله جامعه ایست که یه صنف به خصوص محل کارشون از بقیه مردم جداست، محل زندگیشون هم از مردم جداست. شما یه کسی رو میشناسید کشاورزه، توی کارخونه کار میکنه، صنعتگره، بیرون شهره، اما بالاخره بر میگرده میاد وسط شهر کنار مردم. همسایه این طرفش راننده تاکسیه، همسایه اون طرفش سبزی فروشه، کسی که تو آپارتمان بالایی مستقره مثلا قاضیه. مردم از همه گروهی هستن. طبیعتا خانم این خونه با خانومهایی که شوهرانشون از صنفهای مختلف هستن ارتباط همسایگی داره. خیلی از این خانومها خودشون معلمن، شاغلن، جاهای دیگه. اما گروه نظامی ها کسایی هن که صبح سوار اتوبوس سرویسشون میشن، میان میرن یه جای ثابت، یه جایی به نام پادگان، یونیفرم میپوشن، فقط همدیگر رو میبینن. یه راننده تاکسی صبح تا غروب هزاران نفر آدم متفاوت رو میبینه، یه کسی که مغازه داره، یه کسی که بیرون کار میکنه. اما یه نظامی سوار سرویس خودشون میشه، میاد میره، تمام آدم رو میبینه که همیشه 20 ساله میشناسشون. غروب هم که برمیگرده خونه همینه. بعد توی اونجا حالا یونیفرما رو درآوردن، افرادی رو میبینه تو شهرک سازمانی و خونه‌های سازمانی که تا صبح، مثلا از صبح تا بعد از ظهر با توی یونیفرم نظامی میدید. حالا بعد از ظهر دست زن و بچه‌شو گرفته داره مثلا تو شهرک قدم میزنه. خانم‌های اینها و بچه‌های اینها هم تو این شهرک باز از یک گروه و یک طیف هستن. طبقات اجتماعیشون نسبت به ثروتشون نیست، نسبت به درجه و جایگاه شغلی خاص خودشونه. این طیف جامعه سازی کردن از بدترین مدل جامعه سازی هاست. ما قبل از انقلاب دو سه گروه داشتیم، یکی ارتشی ها رو داشتیم، یکی وزارت نفتی ها رو داشتیم که اینجوری شهرک داشتن و خونه داشتن. بعد از انقلاب آمدیم برای همه صنفا این کارو کردیم. شما الان به شهرهای کوچیک که برید اینجوریه، کوی ارتشی ها، کوی معلم ها، میگن حالا کوی فرهنگی ها، کوی جانبازان، کوی پاسداران، همینجوری میچینن، کوی نفتی ها، کوی مخابراتی ها، کوی این کویهای متعددی که درست شده. میدونید خطرش تو جامعه سازی چیه؟ اصطلاحی تو ایران مرسوم شد در چند سال گذشته به نام مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ. جامعه سازی این فرش بافیه. فرش سه جز داره دیگه، از بالا به پایین تار، به صورت افقی پود، گره هایی که زده میشه هر یه دونش یک فرده. الان فرش ایرانی 70 میلیون نفر دیگه، یعنی 70 میلیون گره. این گره ها، شما کسی که نقشه قالی رو ترسیم کرده داده دست شما، شما این فرش رو ببافید، میدونید تو این رج یه دونه سفید میزنید، دو تا مشکی میزنید، چهار تا قرمز میزنید، یه دونه سرمه‌ای میزنید، بعد که این پودها چیده شد، این گره ها زده شد، تمام شد، فرش رو پر نقش و نگار میبینید. انسان ها هم تو مسئولیت و اجتماعیشون اینجوریه، یعنی یه راننده تاکسی کنار یه قاضی، اون پلیسه کنار یه استاد دانشگاه، معلمه کنار یک سبزی فروش، هر ستاشون کنار یه کسی که مثلا یه شغل دیگه ای داره. اینها وقتی کنار هم بودن این فرش جامعه خوش نقش و نگاره. حالا پسر این با دختر اون ازدواج میکنه، خانوم این با اون آشنا میشه،
افراد به هم بدبستان فکری دارن. الان نصف شب کسی کسالت پیدا کرد، این همسایه بغلی پزشکه، اون یه مشکل حقوقی داره، از اون یکی حقوقدان همسایه روبروی سوال میکنه، این مشکل تربیتی بچه‌شو از فلان خانم معلم میپرسه. ولی شما بیاید یک دفعه تمام یه فرش رو قسمت رنگ قرمزش رو همه رو بردارید اون گوشه متمرکز کنید، هر چی رنگ مشکی هم بود گره‌های مشکی هم بچینید این قسمت، سفیدا و کرمی ها و سبز ها و اون فرش میشه گرده، میشه زیلو. حالا بعضی وقتا که اصلا موکته دیگه فرش نیست، یعنی اصلا کلا یک رنگه. فرهنگ سازمانی یعنی این که مثلا ارتشی ها تو پادگان چجوری فرهنگ سازمانیشون هست، تو خونه چجورین. خب مخابراتی ها، قضات، استادان دانشگاه و معلم ها، راننده تاکسی ها، بقال ها، هر کدوم از اینها تو محل کار چطورن، تو خونه چطورن. به این میگن مردم سازی، ملت چینی بهش میگن نیشن بیلدینگ. شما چطوری این ساختمون رو میچینید آجراش میاد بالا، مردم رو چیدن یعنی این. یه هنره در دانش استراتژی. غربیا برای اینکه نظامیاشون خیلی با مردم قاطی نشن، مخلوط نشن، اطلاعات رو نمیدونن طبقه بندی، یه اشتباهی کردن جدا کردن. این اشتباه رو جامعه ما هم مرتکب شده و اشتباه است. ما باید مردم رو با هم مخلوط کنیم، مردم باید کنار هم باشن. شما میای فرهنگیای جامعه رو میبری کنار تهران بهشون شهرک میدی از محلهای وسط تهران، میای نظامیا رو میبری بیرون، استاد دانشگاه رو میبری بیرون، قضات هم میبری براشون بیرون. شما نگاه کنید دور و بر ترانزیت بالای تهران نگاه کنید، از خونه نمایندای مجلس تا خونه معلم‌ها، استاد دانشگاه‌ها، نظامی‌ها، قضات، شرکت نفتی‌ها، مخابراتی‌ها میمونن، یه تعدادی مردم سبزی فروش و راننده تاکسی و بقال اینا کنار هم دیگه. بعد میگن چرا نازی‌آباد مشکل فرهنگیش اینجوریه، چرا نظام‌آباد اونجوریه، چرا سعادت‌آباد اونجوریه، چرا مثلا جنت‌آباد این ریختیه، چرا سرازری اونجوریه. اینجا کسی که میخواد مهندسی فرهنگی کنه باید در بحث فرهنگ سازمانی بدون مردم در کنار هم باید بدبستان فکری فرهنگی و آداب و رسوم داشته باشن. خط تعلیق اصلی فیلم هدفش فرهنگ سازمانی نیروهای ویژه است. سه چهار تا خانواده رو کنار هم چیده. بستر تعلیق توی این فیلم شناخت تهدیدهای امنیت ملی آمریکاست. یعنی در این فیلم تلاش اصلی بر اینه که نشون بده که امنیت ملی آمریکا چه تهدیدهایی داره. هر یه دونه تهدید رو تو یک قسمت اومده معرفی کرده. یعنی مثلا شما آمریکایی که باشید میبینید که یه سری مسلمان هستن میان هواپیمای کشور شما رو میدزدن، حالا یه واحد شما تو کشورتون دارید میاد رهایی گروگان میکنه، تو قسمت اول. تو قسمت دوم مثلا یک ماموریت دیگه. تو قسمت سوم شما بشر دوستید، یه کسی مسلمان‌ها رو کشته توی صربستان، حالا شما زیر نظر سازمان ملل آدم ویژه‌تون میره اونجا رهایی گروگان کنه. این اتفاقی که توی این مسیر میفته معرف اینه که اینا میخوان مسئله تهدیدهاشون رو به مردمشون معرفی کنن، همونجوری که شما در سریال پرستاران که از تلویزیون خودمون پخش میشه با کار یک پرستار و استرس‌های شغلیش آشنا میشید، اخیراً با سریال مربوط به آتش نشان‌ها در شبکه 5 تلویزیون با نوع خدمات و فعالیت و زحمت‌های کار اینها آشنا میشید. در سریال 20 یونیت هم قراره که یک همچین آشنایی به مردم داده بشه از دو زاویه. بهش میگن کلاسه تهدیدها، یعنی کلاسیفای کردن و کلاسیفیکیشن و طبقه بندی تهدیدها رو دسته‌بندی کردن و به مردم نشون دادن. دومین کاری که انجام میشه اینه که به مردم اعتماد به نفس بده که یک واحدی داریم که با این تهدیدها برخورد میکنه، نگران نباشید. ضمن این که هشدار میده به طرف اون کشورهای متخاصم و گروه‌های چریکی بیرونی که مبادا در آمریکا دست عملیاتی بزنید که دلتا فورس میاد و با شما درگیر میشه. مسئله من نه اون بستر تعلیق، نه اون در واقع خط تعلیق منقطعه، بلکه اون خط تعلیق متصل به اعتقاد من تو این فیلم خیلی برجسته است. نکاتی هست که من خیلی فشرده اشاره میکنم بهشون در مسئله مسائل فرهنگ سازمانی. گفتم دو تا سه تا مؤلفه استراتژیک این فیلم بیشتر نداره. یکیش مسئله فرهنگ سازمانیه، یکیش مسئله شناخت کلاسه تهدیدهای آمریکاست، یکی هم مسئله توانمندی جهانی ایالات متحده است، همون بحث جهانی شدن و امپراتوری آمریکا که تو تمام این قسمت‌ها هر کجای دنیا میخوان میتونن نیت میکنن، اعزام میشن، میرن عملیات میکنن، برمیگردن میان. مسئله فرهنگ سازمانی که مهمترین این موضوع ها هست،
نکات بسیار جالبی داخلش هست. یکی از نکاتی که تو این فیلم خیلی برجسته است، نقش رابطه مناسبات مثلثی سرهنگ تامس رایان به عنوان فرمانده این واحد با تیفی، اون خانومی که شوهرش یکی از سربازا و درجه دارها و گروهبانایی است که توی این واحد خدمت میکنه، یعنی همسر مک هست. خط تعلیق اصلی فیلم، چون هر کدوم اون بخشای عملیاتیش تو هر قسمت جداگانه در واقع داستانش تعریف میشه، ولی خط تعلیق اصلی فیلم روابط خانوادگی اینهاست، نقش محوری که در واقع مولی داره. شما توی تصویری که در سیزن یک از این گروه کنار هم چیده شده میبینید، همسر باب یعنی کیم و همسر مک یعنی همین خانم تیفی جلوی اینا نشستن، اما مولی پشت سر همسرشه. این القا در تصویر معناش اینه که جوناس همیشه تو عملیات راحته، چون یه پشتوانه تو خونش داره. یعنی از نظر مسائل خانوادگی این خانم نه تنها زندگی خودش رو خیلی مرتب و خوب پشتیبانی میکنه، همسرش رو همیشه فضای آرامی براش ایجاد میکنه، اون تو عملیات موفقه، بلکه وقتی همه یه واحد داره میپاشه، همه یه یکان داره میپاشه، این یکان رو جمع میکنه، یعنی زنان اینها رو مدیریت میکنه. البته یه اشتباهی میکنه یه جا و یه تصمیم میگیره که یه کار اقتصادی کنن، چون توی مجموعه کار میکنه که اینجا ما بهش میگیم آژانس‌های مسکن. منتهی مراتب میگه بیاد زنها رو صدا میکنه تو اون شرک سازمانی که پولاشونو بذارن روی همدیگه و سرمایه گذاری کنن. خب البته تو این زیانهای اقتصادی ضرر میکنن، پولاشونو از دست میدن، ولی این خانم به عنوان یک چهره حامی شناخته میشه و این نقش رو خیلی خوب ایفا میکنه. این بخشهای فرهنگ سازمانی رو به قدری قوی القا میکنه که خانم سناتوری که تصمیم میگیره بیاد از کمیسیون، این چیزی که ما تو ایران بهش میگیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که خودش کمیته کمیته است، بخش مختلف داره، اون هم کمیسیون های این چنلیشون در وزارت، در کنگره آمریکا، مجلس آمریکا، یه کمیسیون ها و کمیته هایی دارن که کمیته نیروهای مسلحشون، خانومی از اون نمایندای مجلسشون سناتورها میاد برای بازدید، و این بعد از اینکه از خود تمرینات و آموزش‌های اینا بازدید میکنه، چون نیروی ویژه دو تا کار بیشتر نمیکنه، نیروی ویژه یا در عملیات یا در آموزش، بقیه نه، بقیه اینطوری نیستن، وقتی عملیاتی ماموریتی نباشه استراحت میکنن، نیروی ویژه تا در عملیاتی که در عملیات، وقتی برگشت به طور 24 ساعته در آموزشه. این میاد از آموزش‌ها و تمرین‌های اینا دیدن میکنه، بعد میره پیش این خانم‌های خونه‌دار، خانم‌هایی که همسران اینها هستن، معلمن، جای مختلف کار میکنن، و نشون میده از مناسبات زنانگی که چطور اینها با هم رفیق میشن. و یه لحظه وقتی این سرهنگه وارد میشه اونجا، میبینه که خیلی خودمونی همه نشستن دارن با هم مشروب میخورن و این خانم سناتوره بدون تشریفات داره وقایع مثلا بودجه‌ای که برای موشک‌های بالستیک گذاشتن رو توضیح میده برای اینا، اینکه اینا بهش میگن چجوری باید کمک کنی. بعد در واقع پیامی که تو این فیلم داره توجیه اینه که چرا بودجه های نظامی رو آمریکا ضرورت داره. دیالوگی که باید بین مردم و اینا صورت بگیره، این دیالوگ رو اونجا نشون میده و کامل ارائه میکنه. در قضیه نسبت بین تیفی و سرهنگ تامس رایان، خب اینجا مناسبتی که وجود داره، به مرور زنهای توی خود اون مجتمع ها متوجه میشن که این یک روابط نامناسبی داره. این برجسته میشه تا جایی که ایجاد دردسر میکنه و مناسباتی شکل میگیره. زن براون، کیم براون که جوانترین این گروه هست، در بحث فرهنگ سازمانی حرف مهمی میزنه. این زن دنبال اینه که از شوهرش طلاق بگیره، یعنی تیفی، و بره با این سرهنگه ازدواج کنه. بحثاش هم با سرهنگه انجام میده، تمام میشه. اما وقتی میاد پیشه کیم براون، کیم بهش میگه که مثل اینکه خبر نداری این سرهنگه داره ازدواج میکنه. بعد کارت دعوت رو بهش میده، میگه ببین اصلا داره ازدواج میکنه. بعد تازه زنه متوجه میشه که این مدت این گذاشته بودش سر کار به قول عوام. خب حالا این که این مناسبات غیر اخلاقی داشته رو شده، کیم براون یک نکته قانونی رو میگه، یعنی آموزش فرهنگ سازمانی از این هست.
میگه قانون میگه که اگه یک ارتشی با زن یک ارتشی دیگه رابطه داشته باشه از ارتش اخراج میشه. داره به این زنه میگه که این سرهنگه برای خودش دردسر درست نمیکنه، چون این قانونو میدونه. لذا خیلی نباید فکر کنی که اگه طلاق بگیری از شوهرت میتونی با اون ازدواج کنی. قوانینشون اینجوری تو فیلماشون آموزش میدن. این نکته رو دقت کنن دوستان. بهش میگه که قانون میگه اگه یک ارتشی با زن یک ارتشی دیگه رابطه داشته باشه از ارتش اخراج میشه. اما اگه یه ارتشی با زن یک سرباز زیردست خودش رابطه داشته باشه باید اونو کشت. این چیزیست که توی این فیلم در واقع در قسمت آخر فصل یک مطرح میشه. اگر یه همچین اتفاقی در جامعه ما بیفته، مثلا وقتی که توی سیزن دو همین خانوم حالا دیگه با این سرهنگه کاری نداره، یه جایی کار میکنه، با یه مرد دیگه آشنا شده، اون مرد پیشنهاد ازدواج بهش میده، بعد این احساس میکنه که شوهرش متوجه شده، میاد به همه متوسل میشه، میگه شوهر من میره اینو میکشه. اینجا توجیهی که دست مخاطب میاد اینه که اون مرد غیرت ناموس داره. ببینید تو این فیلم کاملا باورپذیر میشه. ایمیجی که توی ذهن شما شکل میگیره اینه که این باورپذیره، یک مرد غیرت ناموس داره، این زنه هم نیتی نداشته، حالا میاد میگه بابا این اگه بفهمه میاد اینو میکشه. یه جا به خود اون مرد میگه که معلوم نیست اول منو میکشه یا تو رو. این اتفاق توی فیلم آمریکایی میفته، زنای فمینیستشون هم فریاد نمیزنن. اما اگر این تو ایران اتفاق بیفته، اولین فریادی که به هوا میره اینی که تو ایران قتل ناموسی صورت میگیره. عمده ترین کاری که اینهایی که خودشون رو دیدبان حقوق بشر میخوانند در بیرون مرزها و نهادهای مربوطه این چنینی، این که قتلای ناموسی در پاکستان، ایران، سوریه، عراق، مصر، هر جای دیگه دو تا سه تا پنج تا مورد اینجوری پیدا کنن، اینقدر براش فیلم مستند میسازن، اینقدر گزارش مینویسن، هر کجا همایشی باشه تو اون همایش ها میرن و به عنوان ظلم به زنان در جوامع توسعه نیافته اسلامی این رو برجسته میکنن. اما شما ببینید در انتهای سیزن یک و در ابتدای سیزن دو، بعد از اینکه معلوم میشه که این خانم مناسبات اخلاقی نامناسبی داشته، بعد تا این مرحله هم پیش میره که بیاد طلاق بگیره، بعد معلوم میشه اون سرهنگه اینو سر کار گذاشته بود، اون اصلا داره میره زن میگیره، هرچند حالا خود ازدواج اون هم به نتیجه نمیرسه، اون زنه ازش جاسوسی میکنه، اخاذی میکنه و ازش جدا میشه. این نکته خیلی مهمه. این قانون تو ارتش آمریکا هست. ببینید قانونه که اگر یه ارتشی با زن یه ارتشی دیگه رابطه داشته باشه اخراجش میکنن. این اتفاق اگر در جامعه مثل جامعه عربستان، مصر، پاکستان، ترکیه، ایران، جای دیگه بیفته، میگن دخالت در امور خصوصی. دخالت در امور خصوصی. جمله دومش که کمبراون میگه، این زنه به این یکی زنه تعریف میکنه، میگه قانون میگه که اما اگه یک ارتشی با زن سرباز زیر دست خودش ارتباط داشته باشه، بعد اشاره میکنه به این که میگه این سرهنگه ارتشی است که کیم شوهر تو، مک شوهر تو سرباز زیر دستش محسوب میشه، باید اونو کشت. خب اگر یه همچین اتفاق بیفته، به این میگن سنگسار دیگه، به این میگن قصاص دیگه، هر اسمی شما روش بگذارید، این یک سند حقوق بشریه. چطور یک همچین قانونی در اون جامعه وجود داره، در فرهنگ سازمانی میخواد بگه آقا ما نمیتونیم شما نیروهای ویژه رو زن و بچه هاتون رو بذاریم بیرون، حرفای طبقه بندی دار میدونید که خود این سرهنگه یه سری از این اطلاعات رو میده به زنش، بعد زنش علیه خودش استفاده میکنه، طلاق میگیره، یک پست دیپلماتیکی تو لندن بهش میدن. اول سیزن سوم میاد میره سراغ همون زنش، اسم شارلوت، بهش میگه که تو، من به همه زنهای گروه میگفتم که دخالت نکنید و تجسس نکنید و حفاظت اطلاعات رعایت کنید، اما تو کسی بودی که من کوتاهی کردم، تو به یه سری اطلاعات در مورد دلتا دسترسی پیدا کردی، اینا رو رفتی فروختی که اینجوری تو حکومت بهت جایگاه دادن، فرستادنت به عنوان آدمی که تو موقعیت دیپلماتیک هستی بری لندن. شما ببینید این فرد، خب اعدام هم نمیشه توی فیلم، این رابطه هم داشته، اما این قانون معرفی میشه، یعنی تو این فیلم اینو آموزش میدن به زنان نظامی های آمریکایی که آقا یه همچین قانونی تو ارتش آمریکا هست، مراقب باشید. از اون برم به نظامی هاشون آموزش میدن،
یعنی تحذیری که میخوان بدن که این گونه باشید، این گونه نباشید، این گونه رفتار کنید، این گونه رفتار کنید، همین چیزی که ما بهش میگیم شرع، میگیم فقه، میگیم این کارو نکن، اون کارو بکن، میگیم این حرام است، این واجب است، این مکروه است، این مستحب است، این مباح است، اون اسمشو میذارن قانون. خیلی خوب، این قانون وجود داره. اما اگر این حرف رو امروز یک کسی تو جامعه ما بزنه، بگه آقا قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه که اگر همچین مناسباتی توی روابط همکارها بود یک کسی رو اخراج کنن، میگن شما در امور خصوصی افراد دخالت کردید. اگر بگن این فرد رو باید کشت، میگن قوانین 1400 سال پیش منسوخ سنگسار شدن و قصاص شدن اینا آوردن مطرح میکنن. ایمیج استراتژیک یعنی این تصویر استراتژیکی که این فیلم ها به انسان میده اینه. لذا شما میبینید مناسباتی که تو این فیلم رقم میخوره، حالا از این سرهنگ جدا میشه قضیه، توی سری سوم وقتی که این خانم دوباره رفتار تحریک‌آمیز داره، توی شرایط دیگه‌ای همکارش به این دل میبنده، این به دست و پا میفته، حتی میره سراغ خود همین سرهنگه، به این سرهنگه میگه تو باید کاری کنی که شوهر من از مأموریت برمیگرده بره بازداشت بشه، بره زندان، که نیاد بره اینو بکشه، تا یه فکری کنیم که این بتونه از اینجا فرار کنه بره. اون میگه من همچین کاری نمیکنم. بهش میگه تو که این کارو نمیکنی، من میرم اطلاعات این رو بیرون میگم، یعنی رابطه ای که با تو داشتم رو میرم بیرون منعکس میکنم. نتیجهش میشه چی؟ بهش میگه داری از من اخاذی میکنی، از من اخاذی میکنی. در فضای فرهنگ سازمانی این نکته بسیار مهمیه. لذا کاری که سریال یونیت میکنه تبیین فرهنگ سازمانیه. ماریانا اون زن CIA، افسر CIA که بعدن کشته میشه، به جوناس میگه که فکر میکردم که یونیت یعنی واحد شما غیر قابل نفوذه. بهش میگه که هیچ چیز غیر قابل نفوذی وجود نداره، هیچ سازمان غیر قابل نفوذی وجود نداره. نکته بسیار مهمی که شما توی فرهنگ سازمانی این فیلم میبینید که ابتدای سیزن سوم به بعد اتفاق میفته، همونطوری که در 24 و در ایلیس دیدید که اینا روبروی سیستم قرار گرفتن و سیستم سعی کرد اینا رو نابود کنه، جک پاور رو، خود سیدنی بریستول، پدرش جک بریستو و دیگران رو، اینجا هم شما میبینید که در سری سوم به بعد یونیت واحد دلتا رو تا مرحله متلاشی شدن جلو میبرن و سرویس‌های امنیتیشون با اینا در میافتن، اونا خودشون هستن که باید به هر آب و آتیشی شده بزنن تا اثبات کنن که بیگناهن و خطاکاران و خلافکاران داخل مجموعه حکومتی آمریکا رو حذف کنن. این چیزیه که تو ایران بهش میگه مطالبه عدالت. یعنی اونجا میگه که این آدم در CIA، این وزیر، این آدم در دستگاه قضایی، این افرادی که حالا یکی از اون وزیرا اونجا بمبگذاری میشه کشته میشه، میگه این افراد اگر فاسدن ربطی به حکومت و تفکر پایه در آمریکا و مردم آمریکا نداره، خود این رو باید سیستم روبروش بیسته، اون نیروهایی که کنار گذاشته شدن باید با این مقابله کنن، اینو حذف کنن. این یکی از ایمیج های اصلی است که توی این فیلم شما مشاهده میکنید. تبلیغ میکنه برای اینکه بچه‌هاشون برن و نظامی بشن. همون کیمبران، همسر اون بابران که بچه داری میکنه، دخترهای این تیفی رو نگه میداره، همین خانومی که مشکلات اخلاقی داره، به دختر بزرگه این میگه که از همین الان باهات $5 شرط میبندم که یا ازدواج میکنی یا میری نظامی میشی، سرباز میشی. بعد قرار اینا از این پایگاه خونهشون رو ببرن به یه پایگاه دیگه. خب زندگی پایگاهی هم خاطره‌ای داره، شرایطی داره برای کسایی که نظامی هن. میگه بعد از این پایگاه به خونه سازمانی به یه پایگاه دیگه اعزام میشی. جالب اینه که همیشه فکر میکنی توی خونه خودتی. این القاهایی که صورت میده که دختر یا پسر نوجوان اون جامعه علاقه داره بره و نظامی بشه، حس نظامی شدن رو منتقل میکنه. همین خانم بعدن رو به مک، شوهر همین تیفی که پدر این دختره هست، میگه که بهترین مرد دنیا یک شوهر نظامیه. یعنی از اون طرف القا میکنه به خانمایی که اگه دفعه مرد نظامی اومد خواستگاریشون بپذیرن. ببینید میگه بهترین مرد دنیا یک شوهر نظامیه، همسرت آدم خوش شانسیه. این نکاتی که القا میشه در مورد حقوقشون، مک اونجا به دخترش میگه که من به این خاطر وارد ارتش شدم چون حقوق اون خوب بود، مزایاش خوب بود.
از این دست موارد که الغاهایی است که صورت میگیره تا افراد علاقمند بشن، جذب بشن و بتونن در واقع تو این مسئولیت ها جایگاهی داشته باشن، توی فیلم بسیار بسیار زیاده. فیلم عرض کردم پروپاگانداست، یک فیلمی است کاملا ماهیت تبلیغاتی داره، معرفی اون سازمان رو صورت میده. از نظر ابعاد هنری ویژگی خاصی نمیتونیم زیاد براش بر بشموریم. فیلم خیلی رو، خیلی در واقع شفافه و از این جهت پیچیدگی های آنچنانی شبیه آنچه که شما در سریال 24 یا به ویژه در سریال پریسون بریگ میدیدید در این فیلم دیده نمیشه. اما از حیث اینکه مدلی باشه، خواستید یه جا نمونه معرفی فرهنگ سازمانی رو داشته باشید، چجور فرهنگ یک سازمان و نهاد رو معرفی میکنم، غیر از سریال پرستاران که چند سال شما از شبکه یک تلویزیون خودمون میبینید، یا سریال اخیری که در مورد آتش نشان ها ساخته شده، یا سریالی که در مورد افسران کلانتری ها یک کلانتری در نیروی انتظامی ساخته شده میبینید، در مورد واحد ویژه دلتا فورس از حیث فرهنگ سازمانی این از همه قوی تره، چون مسائل درونی زندگی اونها رو خیلی مشخص‌تر و برجسته‌تر نشون داده. البته ابعاد خیلی گسترده‌ای برای معرفی داشت، به خصوص برای دوستانی که رشته تحصیلیشون کارگردانی و سینما هست و این نکات رو به عنوان نکته آموزشی میتونن استفاده کنن. نکات خیلی قابل توجهی توی این کار وجود داره، اما خب به دلیل کمبود وقتی که من از اونها صرف نظر میکنم و باز اشاره میکنم. سه نکته اصلی مؤلفه‌های استراتژیک این فیلم، اولیش جهانی شدنه و امپراتوری جهانی آمریکا، که اینها تو هر قسمت هر کجای دنیا مایل باشن میرن عملیات میکنن، سالم برمیگردن. دومین ویژگیش معرفی کردن کلاسه تهدیدهای آمریکاست، آمریکا چه تهدیدهایی متوجهش هست و چطور باید با این تهدیدها مقابله کنه. و سومین نکته هم در این فیلم که بسیار حائز اهمیت، مسئله فرهنگ سازمانیه. من در حوزه فرهنگ سازمانی در سریال هایی که مورد بررسی قرار میدیم هیچ کدومشون رو به توانمندی و قابلیت این فیلم نمیتونم معرفی کنم، و از این جهت اگر احیانا موضوع تحقیق در رشته های مدیریت، جامعه شناسی و علوم اجتماعی داشتید که به مبحث فرهنگ سازمانی برمیگشت، کیس مطالعاتی خوبی این فیلم که این نکات رو برای شما معرفی کنه. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. ما هفته آینده به یک سریال دیگه توی همین حوزه میپردازیم که امیدوارم شرایطی فراهم بشه بتونیم اون رو در واقع به نقد بگذاریم و آرام آرام وارد موارد سبک زندگی بشیم. سریال هایی که به سبک زندگی میپردازن مثل فرندز، مثل خانه‌داران مستأصل و موارد دیگه، چون یک گروه هستن، اونها رو بعد از اینها بهشون میپردازیم. این مجموعه چون یه شباهت هایی با هم دیگه داشتن رو تو این مسیر میایم. سریال بعدی عنوانش جریکو هست. جریکو یک اصطلاح عبریه و یک سریال خاصی است. اون رو توی مرحله بعد انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم. انشاءالله و سلام.